هفته گذشته استرالیا حدود دو تن متانفتامین یا همون شیشه را در کاشخ های که از خاورمیانه ارسال شده بود کشف و ضبط کرد ارزش این محموله یک میلیارد و صد هزار دلار تخمین زده شده سودی سرشار از ماده مخدری بیبو و سبک حالا این ماده نه تنها برای قاشاقچی ها بلکه برای برخی حکومت ها هم منبع درآمد شده اما در زیر بین امشب سراغ صنعت متانفتامین یا ماده روانگردان شیشه در افغانستان میریم بزرگترین بازار مواد مخدر دنیا کجاست؟ سود طالبان از صنعت متانفتامین چقدر ماده اولیه متانفتامین یا شیشه چی آیا طالبان در ممنوع کردن کشت و برداشت گیاه ارمک یا ریش بز جدیه امشب صنعت شیشه در افغانستان رو زیر ذره میبریم بزرگترین بازار روباز مواد مخدر دنیا اینجا واقع شده کانون اصلی بازار شیشه بازار عبدالودود که در ولسوالی بکوا در ولایت فراه افغانستان واقع شده این هم تصویر ماهواره ای از این بازاره و اون توده های سبز که میبینید ماده اصلی برای تولید متانفتامین یا همون شیشه است به این تصویر برمیگردیم درآمد سرانه در افغانستان پس از به حکومت رسیدن طالبان در چهار ماه آخر سال 2021 میلادی 33 درصد کم شده 37 درصد مردم افغانستان توانایی تهیه غذا ندارند و 33 و درصد جز غذا پول کافی برای چیز دیگه ای ندارند اما یک صنعت همچنان در افغانستان خوب کار میکنه صنعت ماده روانگردان متانفتامین که در بازار سیاه بهش شیشه یا کریستال میگن یکی از مواد اصلی برای تولید متانفتامین گیاه افدراست بهش ارمک یا ریشه بوز و در افغانستان بهش امان یا بندک میگن در ارتفاع بالای 2500 متر رشد میکنه روی نقشه مناطق رشد این گیاه رو در افغانستان بهتون نشون دادیم دسامبر 2021 یعنی آذرماه پارسال طالبان کشته افدرا رو در ولایات میان، نیمروز قور و فراه ممنوع کرد دو نکته مهم درباره این ممنوعیت یکی این که فصل کشت و برداشت این گیاه تیر ماه تا آبانه یعنی طالبان درست پس از برداشت کشت این گیاه رو ممنوع کرد و دومی که طالبان خبر این ممنوعیت رو بسیار محدود منتشر کرد و خیلی ها اصلا از اون مطلع نشدند اما نتیجه این ممنوعیت چی بود؟ قیمت گیاه اورمک بعد از ممنوعیت بالا رفت و طبیعتا قیمت شیشه هم زیاد شد قیمت هر کیلو شیشه از 200 دلار در نوامبر 2021 به 340 دلار بعد از ممنوعیت رسید و ژانویه قیمت شیشه در افغانستان به 570 دلار در هر کیلو رسیده بود در بازار آمریکا قیمت هر کیلو شیشه تا 5 هزار دلار هم میرسه یعنی یک کیلو شیشه در افغانستان 100 برابر از بازار آمریکا ارزون این همون تصویر ماهواره‌ای که اول بهش اشاره کردم سه تصویر از بازار عبدالودود در سه سال مختلف این توده های سبز گیاه ارمکه گیاه کلیدی برای تولید شیشه که گفتیم در افغانستان رشد میکنه میبینید که حجم این پشته ها طی سه سال تقریبا 26 برابر شده تصاویر اطلاعات جمع آوری شده حجم این پشته رو در نوامبر سال 2021 آبان ماه پارسال 11866 متر مربع مربع میده و این هم مکان و مسیرهایی که گیاه و ارمک از اونجا برداشته میشه و به کانون اصلیش در افغانستان میرسه از بخشهای مختلفی از ولایتهای غزنه قور باقدیس فراه برداشت میشه و بالاخره به بازار عبدالودود در ایالت در ولایت فراه میبینید که این ولایت ولایت مرزیه و انتقال به خارج از افغانستان از این طریق آسان اما این ممنوعیت چه سودی برای طالبان داشته؟ اطلاعات جمع شده نشون میده طالبان هم از کسانی که به خرید و فروش یه اورمک مشغولن و هم از کسانی که شیشه از مرز رد میکنن مالیات بیشتری میگیره برای مثال مالیات رد کردن هر کیلوگرم شیشه از 3 دلار و 75 سنت به 7 دلار و 15 سنت رسید. همچنین طالبان از هر کامیونی که از غور به ولایت فراه میره و گیاه اورمک میبره قبل از به قدرت رسیدن 1000 دلار و حالا 5700 دلار پول میگیره. طبق اطلاعات به دست اومده درآمد طالبان قبل از افزایش مالیات بر روی صنعت آمفتامی میتونسته حدود 10 میلیون دلار باشه. بعد از ممنوعیت و افزایش مالیات این رقم حالا میتونه به 26 میلیون دلار در سال برای طالبان برسه فصل برداشت گیاه هرمک تیر تا آبانه یعنی همین ماههایی که الان توش هستیم این آخرین تصاویر ماهواره از بازار عبدالورود حدود دو ماه پیش میبینید که بازار تقریبا خالی شده اثری از پشته دیده نمیشه و فعالیت در بازار بسیار کم شده قبل از شکوفا شدن این صنعت و ممنوعیت توسط طالبان سالانه هزار تن شیشه در جنوب غرب افغانستان تولید میشد همچنین 448 کارخونه فدرین شناسایی شده بود فدرین ماده یکی از کرمک به دست میاد و برای تولید شیشه استفاده میشه 1500 نفر تمام وقت در این کارخونه ها کار میکردند. این به غیر از کارگرانیه که برای برداشت بار کردن و آسیاب گیاه اورمک و رسوندن اون به کارخونه ها مورد نیازه هنوز گزارش های جدیدی از کاهش خرید و فروش شیشه در افغانستان منتشر نشده اما آیا موقعیت فعلی اقتصاد طالبان به اونا اجازه میده از میلیون ها دلار مالیات بر متانفتامین و بیکار شدن عده زیادی که درآمد دیگه‌ای جز از بازار مواد مخدر ندارن صرف نظر کنن؟